سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد افشاگری نیلی درباره رل جدیدش با یک خواننده معروفه که توی یک لایو با امین فردین اونو علنی کرد. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید، اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنتتون ما حمایت میکنید بسیار سپاسگزاریم. در ادامه لایف های جنجالی سلبریتی های ترکیه تو این هفتهی که گذشت، این بار نوبت به نیلی افشار رسید که بیاد و افشاگری کنه. اما اون از روز قبل اخطار داده بود که لایف میذاره و جواب کسایی رو که بی حرمتی کردن با حرمت شکنی میده. اون این استوری رو منتشر کرد و رسماً اعلام کرد که خیلی از دست بعضیا شاکیه و میاد که یک دعوایی را بندازه و بی حرمتی افرادی که دور برداشتن و تو لایف با خون و خونریزی بده. اما بالاخره ساعت 12 لایو جنجالی نیلی با امین فردین شروع شد و نیلی از همون ابتدای لایو مشخص بود که با توپ پر اومده و میخواد یه حرکتی بزنه. پس زمانی که فردین اولین سوالش که در مورد رل سابقش بود و از نیلی پرسید، اون در جواب هرچی تو دلش بود که قبلا نگفته بود و تو لایو علنی کرد. من توی لایوی شنیدم که ایشون هی میگن که ما 6-7 ماه 7-8 ماه بود با هم دیگه نبودیم و نمیدونم اصلا یه حرفایی که خیلی عجیبه شنیدنش. مثلا این یک بس خودم رو حب دارم حرف میزنم هیچی نگم اصلا انقدر عصبیم، خب انقدر انرژی منفی جمع شده چون حالم بده، واقعا هم بده. بابا بسته دیگه، یه چیز رو چرا دروغ میاد میگید؟ آقا رفتی سلام علیکم برگشت تمام تو زندگیتی، ول کن، چرا دروغ میای میگی؟ چی شده؟ من میگی منو خراب میکنی، ول کن دیگه، اصلا اسم منو نیاری تو هیچ لایوی، به خدا برای من میفرستن حالم بد میشه. واقعا من اومدم اینجا بگم انقدر راجع به من حرف نزنید. آقا من اصلا نمیخوام برای من آرزوی موفقیت کنید، اسممو نیارید، شما حال ما رو بد نکن، نمیخواد برای من آرزوی موفقیت کنی. هیچ وقتم دیگه نشنوم تو هیچ لایوی اسممو، این مسئله رو دارم جدی میگم. حالا فردین که دید فضای لایو جنجالی شده، تصمیم گرفت سوالای جنجالی تری بپرسه و از نیلی دلیل موندنش تو رابطه سابق، ماجرای عقدنامه اون و پویان و داستان حامله شدن اون رو پرسید که نیلی به همه اونها جواب داد ولی تقریبا همه رو حاشا کرد. بالاخره یه دوست داشتن این وسط بود دیگه که ادامه دادم. خاطر دوست داشتن بود. آن نفر قبلیتون آقا پویان ازدواج کرده بودی؟ چی؟ نه. حالا سوالی که اینجا هستش، این عقدنامه مال کیه؟ این عقدنامه مال ماه. خب من آقای پی پرسیدم، گفت این مال ما نیست. من اینو خودم استوری کردم. اون میگه مال ما نیست، مال یکی دیگه است. خب اوکی، پس اگه اینجوریه اوکی دیگه، مال ما نیست. شما از طرف نفر قبلی، چون یه مدت من یادم میاد برای نمیدونم برای فیلم بود، برای فالوور بود، واسه سایت بود، واسه آشتی گفتید حامله شدم. ممکن بود، یعنی شک داشتم. چیزی بیشتر از اینا بودا؟ نه شک داشتم، ولی بعد شک برطرف شد. بعد فردین از ماجرای دوستای جدید نیلی پرسید و گفت دنیا و مهراد میگن تو با گروهای جدیدی میپری که خیلی هم خطرناکن، ماجراش چیه؟ نیلی هم در پاسخ گفت آره من جدیدم به داعش ملحق شدم، ولی من هر دوستی که الان دارم دوستای سابقمون بودن که زمان پویان هم با ما رفت و آمد داشتن. آره من وارد گروه های موسیقی شدم و نه اصلا آمار منو یعنی انقدر پیگیرن که آمار منو میرن میگیرن، من تو وارد گروه شدم انقدر یعنی پیگیر زندگی منن گروه ها. یه جوری رفتار میکنید انگار من واقعا یه آدم ضعیفم که اصلا هیچ از پس خودم بر نمیام و آدمامو نمیشناسم. من با هر کی الان دارم در ارتباطم، الان میاد تو زندگی منو میره، دوستایی هستن که قبلا تو زندگی قبلیم که مشترک بود زندگیم، اینا هم میومدن میرفتن.
حالا نوبت رسید به بحث اصلی این لایو و سوال در مورد رل جدید نیلی که فردین دوباره به سبک خودش سعی کرد اسم رل جدید نیلی را از زیر زبونش بکشه. پس یک آهنگ از آرمین توی اف ام رو پلی کرد و از نیلی پرسید نظر در مورد این آهنگ چیه؟ البته وقتی نیلی میخواست این رابطه رو گردن نگیره از فردین پرسید خواننده این آهنگ رو نمیشناسم، میتونی بگی کی هست؟ و فردین هم در جواب گفت هیشگی، جنیفر لوپزه. آقای فردین لطفاً برای مردم حاشیه نسازید، این کار زشت. ایشون کی بودن؟ جنیفر لوپز چیز نه ایشون. بعد فردین در مورد کراوات از نیلی سوال پرسید و وقتی که دید نیلی هاشا میکنه و گردن نمیگیره مستقیما به تاریخ تولد آرمین تویف ام اشاره کرد و از نیلی پرسید تو متولدین و اردیبهشت رو دوست داری؟ کراوات شما شدیدم خیلی دوست داری جدیدن. نه کراوات دوست ندارم. یعنی تو کراوات دوست داری؟ منظورتو واضح بگو، راحت با هم حرف بزنیم. خب آهنگ دیگه داره میگه کراوات زدم واسه تو خوشت میاد؟ خوشت میاد کراوات؟ نه خوشم میاد کراوات. اوکیه. بعد از متولدین ماه اردیبهشت هم من بکنم شما خوشتون میاد، درسته؟ من نمیدونم این حرفایی که دارید میزنید یعنی چی. سوال بعد؟ حالا وقتش بود که نیلی بزنه به حاشیه تا رلش مشخص نشه. برای همین نیلی موضوع ماشینش رو پیش کشید و گفت من هر چی که داشتم و با پول خودم خریدم. بعد دوباره حمله خودش رو به پویان شروع کرد و تا جایی هم که میتونست از خودش تعریف کرد. فردی هم برای اینکه پیازداغش رو بیشتر کنه از نیلی پرسید میدونی نفر قبلی شما با کی رل زده و دوباره داغ نیلی رو تازه کرد. گفتم شما اعصاب ما رو خورد نکن، نمیخواد واسه ما آرزوی موفقیت کنی. من واقعا بدم میاد وقتی اسممو میارن اینجوری، بیشتر آدمو دارن چیز میکنن. بابا ول کن اصلا این حرفو نگو. خب خبر داری که امروز پویان حلقه خریده؟ اصلا نمیخوام بشنوم اصلا راجع به این آقا تو لایو من صحبت نکنید، مرسی. نه راجع به آقا تو لایو من، بابا گذشته منو پاک کنید، من خودم دیگه من بودم. آقا تو بعد الان قضیه بعد میدونی نفر قبلیتون با کی رل زده؟ اصلا نمیخوام بدونم. آقای فردین چرا اینجوری میکنی؟ اما فردین دوباره بحث رو جمع کرد و موضوع رو برد سمت رل جدید نیلی، ولی این بار از پیج‌های فیک نیلی پرسید و گفت شما اون آقای کراوات دار رو تو پیجات فالو داری؟ آها، بعد اون آقایی که کراوات دوست داره رو هم دوتا پیجش رو فالو میکنی؟ نه، من نمیدونم شما کیو میگید. آقای کراوات دار، الان من واقعا میخوام از شما بپرسم، شما چیزی دیدی از من؟ آقای کراوات دار هست؟ داره؟ نمیدونم شما درست دارید میگید یا نه، یعنی این آهنگی که میذارید ربطی نداره به اون آقایی که کراوات میزنه و قراره با من دوست شه. فردین دست بردار نبود و میخواست حتما اسم رل جدید نیلی رو افشا کنه بعد از لایو بره. به همین علت سوال جنجالی تری از نیلی پرسید و سوال کرد که چرا شما تو ترکیه انقدر خواننده دوست دارید؟ نیلی هم چنان متعجب شد که انگار اولین باره که کلمه خواننده رو میشنوه و کلن رل سابقش با یک خواننده یعنی پویان رو کاملا هاشا کرد. شما ترکیه چرا انقدر خواننده دوست دارید؟ من؟ اما نه ببخشید با شما نبودم، من یه نفر عزیزم. شما چرا انقدر خواننده های ترکیه رو دوست دارید؟ با شما نبودم. من ترکیه دوست دارم؟ من با کدوم خواننده تا حالا دوست بودم؟ من واقعا دوست پسر خواننده نداشتم. بعد فردین به دابسمش های تابلوی نیلی با آهنگ های آرمین توی اف ام و روش مخ زدن دنیا اشاره کرد و به نیلی گفت شاید تو هم میخوای از این روش برای مخ زنی استفاده کنی. ببین نه نگاه کن، اون دنیا هم میخواست مخه، اون دنیا هم که میخواست مخه مراده بزنه از دابسمش شروع شده. نه به خدا من اصلا همچی کاری نکردم. یه فکر کنید من به خاطر اینکه دارم دابسمش شروع میکنم میخوام مخه یارو بزنم؟ به خدا نه، من با هر آهنگ که بهم حس خوب میده میرقصم. وسط های لایف فردین به یه سری تماس های تصویری نیلی اشاره کرد و از نیلی پرسید که این تماس با کی بوده؟ میخوای بذارم تو استوری تا همه با اون آشنا بشن؟ نیلی هم اینجا مجبور میشه یه چیزایی رو لو بده، مثل یک حرف از وسط اسم اون آقا که حرف یه هم تو اسمش داره. نمیدونم شاید یهو گذاشتم تو استوری. اول برام بفرستید بعد بذارید لطفاً. آقا سوال منه، شما با در روز با چند تا اون نفر دوم کیه باش صحبت میکنی؟ پسر دیگه؟ بله، نمیتونم الان لو بدم. یه داره تو اسم فامیلش؟
توی اسمش هم داره یه. حالا در ادامه سوتی‌های نیلی در لو دادن رلش، نیلی به معروف بودن اون شخص اشاره می‌کنه که فردین هم به سرعت اون رو هوا می‌گیره و دست نیلی رو رو می‌کنه. حق طبیعی منه که بخوام برم تو رابطه با یه نفر دیگه و مردمم باید اینو بپذیرن. واقعا مردم باید اینو بپذیرن که من اگه بخوام برم وارد رابطه جدید بشم، منو دیگه با اون آدم بشناسن و منو با اون آدم بخوان. یعنی همونقدر که منو دوست دارن بعد اونم دوست داشته باشن اونو. ولی فکر کنم خیلی بر ارزش قائل بعد بر البته اونو خوباره دیگه، خیلی بیشتر دوست دارن. بعد از کلی شوخی و خنده این دو نفر در لو دادن رل جدید نیلی که به عالم و آدم اشاره میکنن، ولی نیلی مستقیما اسم اون طرفو نمیبره و گردن نمیگیره، فردین از اون میپرسه که حالا کی میخوای این رابطه رو علنی کنی و نیلی به موضوع اشاره میکنه که تقریبا میشه مطمئن شد منظورش آرمین تو اف ام هست که در حال حاضر چون مجوز گرفته تو ایران زندگی میکنه و باید به زودی به ترکیه مهاجرت داشته باشه. من مشکلی ندارم، بالاخره که مردم باید بفهمن. خب چه میخوای بفهمن؟ من منتظر یه چیزی هم الان، منتظر اومدنشون. منتظر اومدن ترکیه. از ایران بیان دیگه، درسته؟ به نظرتون جدا نیلی با آرمین تو اف ام رل زده یا این هم یک شایعه است؟ دعوای اصلی پویان و نیلی سر چی بوده که انقدر بالا گرفته؟ لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید.